جمعی از دانشجویان علوم پزشکی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در اعتراض به اشتباهات ایجاد شده در پذیرش دانشجویان ورودی سال 97 این دانشگاه مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد تجمع کردند. دانشجویان پذیرفته شده در برخی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد به عنوان ذخیره در واحدهای این دانشگاه پذیرفته شدند. اما بعد از ثبت نام، پرداخت شهریه و دریافت کارت دانشجویی به آنان اعلام شده که به دلیل اختلال در روند پذیرش امکان تحصیلشان میسر نیست. رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، اینم فرمیه که انتخاب واحد منه. ثبت نام کامل شده، یک هفته کلاس رفتم، این جزوه منه. من روپوش خریدم، تمام لوازم خوابگاه رو خریدم. دیروز از وسط کلاس در رو زدن، چند نفر تشریف بیارین، من و چند تا خانوم داخل کلاس 3 نفر بودیم، 5 نفر رو صدا زدن که بیایم بیرون، از همین ذخیره‌ای که گرفته بودن بیایم بیرون. یه مسئولی یه اشتباهی کرده، شما نمیتونی اینجا دیگه تحصیل بکنی. بعد یک هفته درس، یک هفته کلاسام و اینم انتخاب واحد من. من دانشجو شهید بهشتی بودم، رشته پرستاری خوب روزانه. بعد از اونجا به خاطر اینکه واسه آزاد واسه من اعلام کردن که شما قبول شدین پزشکی عادی ساری، از اونجا انصراف دادم، نامه قطعی انصراف هم از اون گرفتن، یعنی دیگه نمیتونم برگردم. از طرفی توی ساری نامه معافیت دوممو گرفتم، یعنی الان اگه اینجا به من بگن برو مشمول حساب میشم، سربازم، دیگه هیچ راه برگشتی ندارم. از طرف دیگه میخوام کنکورم بدم، دیگه هم سربازی نمیذاره، همین که محرومیت میخورم یک سال. دانشجو ترم یک بودم. بعد اینم نامه، اینم انتخاب واحد پزشکی واحد سارینه. سر کلاسم رفتم، حتی چند جلسه، به مدت چند روز. بعد الان میگن نه شما نیستین، شما جز قبولی ها نیستین. شهریه همیشه از ما گرفتن، سفته گرفتن 60 میلیون تومان. پس ما الان باید چیکار کنیم؟ عضو مجلس ارتجاء به بخشی از فاجعه و کلاهبرداری کارگزاران رژیم اعتراف کرد و گفت امروز حدود 22 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد ثبت نام کرده اند، شهریه دادند، سر کلاس رفتند و خوابگاه گرفتند، ولی اکنون دانشگاه آزاد میگوید در پذیرش این دانشجویان اشتباه کردیم. کارهای ثبت نام اولیه بچه‌مون انجام دادن، الان مدارکامون حتی تو قشمه. دو تا چک از ما گرفتن، یه چکی به مبلغ 1 میلیارد بابت انصراف، یه چکی به مبلغ 4 میلیون ریال بابت تعویل مدارکمون، چون اصل مدارک بچه‌مون 1 میلیارد 100 میلیون تومان 100 میلیون تومان اومدن یه سری گذاشتن که مردم دارن اوافرینی مردم میدن، میگن مثلا 9600 ما الان فرستادیم، بچه شما 9300 قبول نشده. تو که الان 9600 فرستادی، چرا قبلا 9600 نمیفرستادی؟ که 9300 ما بخوام خونمون رو بفروشنیم، زندگیمون رو بفروشنیم، بچه‌مون با روح روانش بازی بشه. این هم انصراف دانشگاه دولتیشه، انصراف دانشگاه دولتیش هم گرفتیم، حالا وریو میگردیم. الان 4 روز اینجا نیم، کسی جواب بهمون نمیده. به اعتراف عضو مجلس ارتجاع، طبق آمار اعلام شده بانک جهانی، ایران رکورددار خصوصی سازی مدارس در بین کشورهای جهان است و این یعنی پولی ترین آموزش و پرورش دنیا هستیم. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در عصر رایانه ای اشکال در حساب و کتاب کارگزاران دانشگاه آزاد و یا سازمان سنجش و یا هر نهاد دیگری نیست، بلکه مردم ایران مواجه با مافیای دزد و چپاولگری هستند که باعث همه معضلات این میهن شده است.